سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما رسیدیم به درس واکنش متوالی و از این واکنش و اون یکی واکنش در واقع رفتیم مرحله دو، در واقع اومدیم سراغ استوکیومتری پیشرفته. از استوکیومتری پیشرفته دو تا مثال حل کردم. گفتم واکنش متوالی یعنی یه فراورد تولید میشه، یه فراورد مصرف، و اونایی که فراورده یکسانی دارن یه تیپ سوال معروف کنکوره. اول باید هر دوتا واکنش رو موازنه می کردیم، بعد باید ضریب ماده مشترک در دوتا واکنش رو یکسان می کردیم. چرا باید یکسان کنیم؟ چون همون مقدار کربن مونوکسیدی که تولید شده همون مقدار کربن مونوکسید مصرف بشه. این یک واکنش متوالی، فراورده تولید می شود و سپس فراورده در واکنش دیگری مصرف می شود. موازنه اولین قدم، دومین قدم ضریب باید یکی می شد که همون مقدار کربن مونوکسیدی که تولید شده همون مقدار کربن مونوکسید مصرف بشه. بعد بین این و این، این با این، این با این، این با این، بین هر کی و هر کی که دلت خواست میتونستی کسر استو بنویسی. تیپ دوم چی بود؟ میگفت فراورده‌ای که از این واکنش داره تولید میشه از اون یکی واکنش هم همین مقدار فراورده تولید بشه. همین مقدار یعنی اگه اینجا 6 تا تولید میشه اینجا هم 6 تا تولید بشه. بعد موازنه میکردیم، بعد ضریب ماده مشترک رو یکسان میکردیم. بفهمید که چرا ضریب ماده مشترک یکسان میشه. چرا؟ چون همون مقداری که اینجا تولید میشه همون مقدار اینجا باید تولید بشه. الان میریم تو تیپ مخلوط، به اینا ربطی نداره. حفظ نکن که دوتا واکنش دیدم ضریب ماده مشترک یکی کنم. این چه چرت و پرتیه حفظ میکنی؟ باید به این فکر کنی که چرا ضریب یکی میکنی. ضریب یکی میکنی که هرچی تولید شد مصرف بشه. ضریب یکی میکنی که مقدار یکسانی تولید بشن، مقدار یکسانی تولید بشن. بریم سوال 4 رو اول حل کنیم. من به سوال 2 برمیگردم. این سوال قشنگیه. فقط یک بوتانولشو من خودم مینویسم. این بچه‌ها یک بوتانول C4H10O بسوزه با اکسیژن، اکسیژنش که برام مهم نیست، هرچی هست به درک، به تعداد کربن، کربن دی اکسید نصف هیدروژن ها یعنی 5 تا آب. این موازنه سریع ما بود، به تعداد کربن، کربن دی اکسید نصف هیدروژن ها آب. اکسیژن هم چون نیاز ندارم مهم نیست. واکنش بالا هم موازنه است. پس من قدم اولش رو انجام دادم. من هر دوتا واکنش رو موازنه کردم. حل با شما، من یه دقیقه صبر میکنم. پاس بدین، حل کنین. برای بار هزارم بعدش حل منو ببینین. اول خودتون حل کنید، بعدش حل منو ببینین. من منتظر شما. بدو بدو بدو. خب ببین، میگه کربن دی اکسیدی که از سوختن نیم مول یک بوتانول به دست میاد، این کربن دی اکسیده که از سوختن نیم مول یک بوتانول به دست میاد، میگه از واکنش چند گرم کلسیم کربنات میتونیم همینو به دست بیاریم. همینو یعنی هر مقداری که اینجا تولید میشود اینجا هم تولید بشود. میگه کربن دی اکسیدی که از یک بوتانول داره به دست میاد همین کربن دی اکسید اینجا هم به دست بیاد. خب اینجا چند تا کربن دی اکسید؟ 4 تا. پس اینجا هم باید چند تا کربن دی اکسید باشه؟ 4 تا. پس همه رو توی 4 ضرب میکنم که ضریب ماده مشترک در دو واکنش یکسان بشود. 4 8 4 4 4. بفهم چرا ضرب کردم. چون گفته کربن دی اکسید یکسان. اگه گفت کربن دی اکسیدی که اینجا به دست میاد اینجا همون مقدار به دست بیاد، ضریب و یکی میکنم همون مقدار. حالا بین، ببینید از اینجا به بعد بین تمام مواد شما میتونید کسر بنویسید. این با این میتونید، این با این میتونید، این با این میتونید، این با این میتونید، این با این، هر کدوم که خواستی میتونید دیگه بنویسید. اطلاعات از چی دارم؟ تیپ معروف کنکور، سوال پارسال سنجش داشته. خوب بلد باشید اینها، سوال پارسال سنجش 98 اینها، خوب بلد باشید. احتمال سوال اومدنش بالاست. تا من یه پله جلوترش هم یاد میدم. یک بوتانول نیم مول از اینه، ضریب 1 مولش به ضریبش، مولش به ضریبش.
چند گرم کلسیم کربنات 80% خالص، این کلسیم کربنات فلش مساوی کسرش، گرم کلسیم کربنات رو میخوام 80% خلوصه، درصد خلوص ساب داشت، برای هر ماده‌ای بود تو همون ضرب میکردم، جرم گذاشتم، جرم مولی 1 ضریب 4. قبوله؟ خب بریم حلش کنیم، بریم حلش کنیم. محاسبش، اولا که این صفر با این صفره، اینجا رو میبینی؟ این چقدره؟ 4000. قبوله تا اینجا؟ یه صفرش که با یه صفرش زدم، الان یه دونه 400 ضرب در 10 دارم که میشه 4000. هم اینو میتونم ساده کنم، اینو ساده کنم روونتر بشه، این دو هم با 10 بره 5 میمونه 500. 500 ضرب در نیم، نصفش کن 250. من گفتم یه پله جلوترش هم بهتون میگم. یه سوالی و قلمچی طراحی کرده بودیم، یه سوالی و قلمچی اول سال طراحی کرده بودیم، من عدداشو فقط عوض کردم، من عدداشو عوض کردم. خب چند گرم کاسیل اوسه تجزیه شود تا مقدار اکسیژن تولید شده از تجزیه آن 6 برابر اکسیژن تولید شده از تجزیه 2 مول کاهن اوسه شود. خب فقط من جرم مولی کاسیل اوسه رو باید به شما بدم. جرم مولی کاسیل اوسه 122.5 گرم. موازنش هم چک کنم، دوتا کا دوتا سیل شیشتا او، سه دوتا شیشتا او، چهارتا او، شیشتا او. این ذرایبش که فعلا درست. فقط بچه ها ببینید، ما اگر میگفتیم، اگر میگفت اکسیژنی که اینجا تولید میشه اینجا هم تولید بشه، ضریب رو برابر میکردم. اگه بگه اکسیژنی که تولید میشه 2 برابر باشه، ضریب رو 2 برابر میکنم. اگه بگه اکسیژنی که تولید میشه 3 برابر باشه، ضریب رو 3 برابر میکنم. اگه بگه اکسیژنی که تولید میشه n برابر بشه، ضریب رو n برابر میکنم. پس اگر توجه، یه توجه هم میگم دیگه حلش با خودتون، اگر گفت مقدار ماده تولید شده در یک واکنش n برابر واکنش دیگر باشد، ضریب را پس از موازنه کن، ضریب را پس از موازنه n برابر کنید. تا الان میگفت برابر باشه، ضریب رو برابر میکردم. بگه 2 برابر بشه، پس از موازنه ضریب 2 برابر. بگه 6 برابر، پس از موازنه این ضریبه باید 6 برابر این باشه. بجامی 6 برابر باید باشه. من منتظر شما، حل با شما، من منتظر شما. پاس بدیم بعد حل منو ببینی. خب میگه چند گرم کاسیل اوسه تجزیه بشه تا مقدار اکسیژن تولید شده از آن، از کاسیل اوسه 6 برابر اکسیژن تولید شده از کاهن اوسه. یعنی ببین این اکسیژنی که اینجا پس از موازنه ها، یعنی این اکسیژنی که اینجا داره تولید میشه باید 6 برابر اینجا باشه. الان چند برابره؟ 3 برابر. به دردم که نمیخوره، باید 6 برابر بشه. اینو تو چند ضرب کنم 6 برابر بشه؟ توی دو ضربش کنم میشه 4 4 6. ایول، اکسیژنی که اینجا تولید میشه چند تاست؟ یه دونه. اکسیژنی که اینجا تولید میشه چند تاست؟ 6 تا. اکسیژن تولید شده از تجزیه کاسیل اوسه، یعنی همون آن کاسیل اوسه، باید 6 برابر باشه. این 6 تاست، این یه دونه است، 6 برابر هست. الان بین این و این، این با این، این با این، این با این، این با این، هر کی خواستی دیگه میتونی کسر بنویسی. پس اگر گفت مقدار ماده n برابر باشه، باید ضریبش پس از موازنه n برابر بشه. گفته 6 برابر باشه، بیا 6 برابر شد، تمومه، 6 برابر شد. جرم این رو ازم پرسیده، گرم کاسیل اوسه جرم مولی 122.5 ضریب 4،
این ور مول این یارو رو داده دو دهم ضریبش که دو قبوله؟ این دو با دو بره این میشه یه ده این میشه یه ده. خب این که چهار برابرش دو برابر میکنم اول 245 یه دو برابر دیگه میکنم میشه 490. 490 ضرب در کاسی الوسر رو میخوام، 490 ضرب در یه دهم میشه 49. پس وقتی میگه اکسیژن 6 برابر یعنی ضریبش 6 برابر باشه، بگه ام برابر یعنی ضریبش ام برابر باشه. پس از موازنه، پس از موازنه بریم یه سوال واکنش متوالی داریم. میگه طبق واکنشه زیر از سوختن 62 صدم گرم پی 4، خب این پی 4 اول میشه پی 4 و 10، بعد پی 4 و 10 دوباره میشه های 3 پی و 4، بعد های 3 پی و 4 دوباره میاد واکنش میده. واکنش متوالیه، فراورده تولید مصرف، تولید مصرف. باید ضریب این فراورده‌ای که تولید و مصرف میشه توی سه تا واکنش یکسان باشه. اول ضریب یکسان کنید، بعد بین هر دو تا ماده‌ای که دلتون خواست کسر بنویسید. بجنبید، من منتظر شما. بودو بودو بودو. خب ببین اینجا رو اول موازنه که لطف کرده، موازنه کرده ضریب پی 4 و 10. ببین موازنه است، وقتی ضریب داره ضریب اشتباه که نمیذاره، موازنه کرده دمش کرد. یه دونه پی 4 و 10 یه دونه پی 4 و 10 ضریبشون یکیه، دمش کرد. بعد 4 تا های 3 پی و 4 2 تا های 3 پی و 4 این باید 4 بشه، این باید 4 بشه. پس توی 2 ضربش کنم، 4 6 2 توی 2 ضرب کردم 12. ببین یه دونه تولید شد یه دونه مصرف شد، چهار تا تولید شد چهار تا مصرف شد، ضریب یکی کردم. الان بین هر کسی که بخوام میتونم کسر بنویسم. اطلاعات از کی داده یا پرسیده؟ ببینیم، اطلاعات از پی 4 داده، اطلاعات از کلسیم هیدروکسید خواسته. من پی 4 اطلاعات دارم، کلسیم هیدروکسید اطلاعات میخوام، مساوی دو تا کسر. اینجا هم میتونم یه ذره براتون خلوت‌تر کنم، اینجا هم یکم براتون خلوت‌تر کنم که بهتر دیده بشه، چون اونو که دیگه حل کردیم نیازی بهش نداریم. من اینجا رو یکم خلوت‌تر کردم که راحت‌تر دیده بشه. چقدر پی 4 بوده؟ 62 صدم گرم. جرم مولیش چیه؟ 4 تا 31ه 124. ضریبش چنده؟ 1. مولارش چقدر بوده؟ 2 دهم مولار. ویشو پرسیده، ویشو نمیدونم، وی لیتر. ام وی ضریب کلسیم هیدروکسید 6، اینم 6، ام وی 6. خب بریم حساب کنیم، 62 124 پایین 2 میمونه با 2 تا 0 200. قبوله تا اینجا؟ این 2 ساده بشه میشه 1 دهم، به 2 ساده کردم اینم میشه 3. صفر اینو با صفر این زدم، وی بر حسب لیترم میشه 3 بیستم، ضرب در 1000 میکنم بشه میلی لیتر. این صفر با این صفر این با این میشه 50 ضرب در 3 150 میلی لیتر. جواب گزینه 2. اینم از این سوال. بریم یه پله بالاتری که تا حالا سوال کنکور نبوده رو ببینیم. سوال 5 بچه ها، من رک بگم 5 و 6 و 7 یه مقدار سوال جوندارتریه، یعنی یه بار باید دیده باشیدشون قبلا و اگر نه خطا میکنید. من به شما فرصت میدم خودتون اول حل کنید بعد حل منو ببینید. یه دقیقه من منتظر وای میستم. موازنم که بیا موازنشم بکنم، این یک این دو این دو، که انرژیت روی موازنش نره. اینم دو موازنشونو من انجام دادم، حلش با توه. بودو ببینم، بودو من تا اینو پاک میکنم تو پاس بده بعدش حل منو ببین، من یه فضای خوبی میخوام برای توضیح دادنش. جرم مولی شکرم قبلا گفتم چطوری به دست بیارید، 342 هستش.
خب بچه بریم. میگه گلوکوز حاصل از تجزیه مالتوس. اینا گلوکوز، اینا میگه این گلوکوز رو بردار ببر تو تخمیر بیهوازی. بعد از مول الکل رو پرسیده، واکنش متوالیه دیگه، یه فراورده تولید و سپس مصرف شده. اگه واکنش متوالیه قدم اول موازنه، قدم دوم باید یه کاری کنم که هرچی تولید شده همون مقدار مصرف بشه. دو تا تولید شده پس باید دو تا هم مصرف بشه، پس توی دو ضربش کنم، این که میشه دو، این که میشه چهار، این هم میشه چهار. خب بقیهش چی؟ گلوکوز حاصل از مالتوز رو بهم داده، مول اتانول رو پرسیده. مالتوز رو بهم داده 68.4 گرم، مول اتانول رو پرسیده، مول اتانول به ضریبش که 4. خب جرم مولی مالتوز رو یاد داده بودم سریع به دست بیارید، چون احتمال میدم سوال بیاد یه بار دیگه هم توضیحش میدم. شانسیه ها، قاعده خاصی نداره، شانسی درست در میاد. تو اگه میخواستی جرم مولی حساب کنی 12 تا 12 تا 22 تا یه دونه 11 تا 16 تا باید حساب میکردی. من یه روش تستی گفتم، 2 1 رو با هم جمع کن، جمع ارقام چنده؟ 3. 2 1 3، 2 2 4، 1 و 1 2. شانسی جرم مولیش میشه 342. این رمز من و شما بود، شانسیه 342، ضریب مالتوز 1، مول اتانول. واضح درصدی داده برای واکنش اول و دوم 50 و 75، دو تا واضح داده. اینو چی کار کنم حالا؟ من بهت میگم چی کار کنی، خوب گوش بده. من بهت میگم چی کار کنی. اولا این اتانوله فراورده است و هیچ وقت واضح درصدی توی فراورده ضرب نمیشه. این از این، چون بازده درصدی در واقع به شما نشون میده که چقدر از واکنش دهندتون به فراورده تبدیل شده، و بازده درصدی به ما نشون میده چند درصد واکنش دهنده مصرف شده. بازده توی فراورده ضرب نمیشه. بازده واکنش اول بچه ها گیری ندارن، من بازده واکنش اول رو توی واکنش دهنده واکنش اول ضرب کنم 50%. ولی جالب میدونید چیه بچه ها؟ بازده واکنش دوم هم باید توی واکنش دهنده ضرب کنید. یعنی اگر دوتا بازده بهتون مطرح میشه، شما باید هر دوتا بازده رو توی واکنش دهنده واکنش اول ضرب کنید. چرا؟ دلیلش اینه، اول مالتوز شما 50%ش تبدیل میشه به گلوکوز، و سپس این گلوکوز حاصل از چیه؟ گلوکوز حاصل از مالتوز که حالا هر چقدر هست دوباره 75%ش میشه اتانول. از این مالتوزی که داشتیم یه بار 50%ش مصرف میشه و میشه گلوکوز حاصل از مالتوز، یه بار دیگه هم 75%ش مصرف میشه. یعنی اگر جداگانه بنویسید میبینید که یه بار این مالتوز 50%ش مصرف میشه، میشه گلوکوز، بعد این گلوکوز دوباره 75%ش مصرف میشه، میشه اتانول. این اتانولی که فراورده است بازده توش ضرب نمیشه. اینجا رو ببین، این یارو یه بار 50%ش میشه این حاصل از همین ماده بوده، دوباره همین این 75%ش مصرف میشه. میتونستید جدا بنویسید، یعنی یه بار گلوکوز رو حساب کنید یه بار دوباره از گلوکوز اتانول، ولی من دیگه براتون اثبات کردم این مالتوزه یه بار 50%ش یه بار هم 75%ش توی دوتا واکنش رفته، و اگر دوتا بازده بهتون دادن هر دوتا بازده رو توی واکنش دهنده یه واکنش اول ضرب میکنید، توی واکنش اول ضرب میکنید. خب پس این 342 684 یه رقم اشار دو برابرشه 2/10، 50/100 که میشه 1/2، این دو با این بره 1/10، این که میشه 3/4، 4ش با 4 بره میشه 3 ضرب در 1/10، میشه 3/10. پس نگاه کنید، بیایید اصلا من کامل ترم بنویسم بدونید چرا ضرب میشه. بیایید اصلا واکنش متوالی نریم، بیایید یه بار گلوکوز رو حساب کنم،
این گل مول گلوکوز بالفرض میخوام حساب کنم، مول گلوکوز به اثبات بشه که دوتا بازه باید تو واکنش دنده اول زرد بشه، مول گلوکوز ضریبش چند بوده؟ ضریبش دو بوده، ضریبش دو. مول گلوکوز به ضریبش دو میتونستید اینطوری هم حساب کنید، 68 ممیز 4 گرم بوده، جرم مولی 342، ضریبش که یک، بازه واکنش اول 50%. حالا این شد مول گلوکوز هم دیگه، مول گلوکوز هم هرچی که هست، مول گلوکوز هم هرچی که هست شد 2 ضرب در 50% ضرب در 68 ممیز 4 تقسیم بر 342. بعد تو این واکنش دومیه دوباره گلوکوز قراره بشه اتانول. بیا گلوکوز هم چقدر بوده؟ 2 ضرب در 50 ضرب در 100 ضرب در 68 4 342 مول به ضریبش که بوده 2 مول اتانول، مول اتانول به ضریبش که بوده 4. فقط بازه واکنش دوم الان اینجا ضرب میشه، میشه 75%. خب بیا این دو با این دو رفت شد همون کسری که نوشتم، شد همون کسری که نوشتم، 68 و 4 342 50 175 مول اتانول به 4. بیا 50% 68 و 4 342 75 مول اتانول به 4 جدا هم بنویسی همینه، چون یه بار مالتوزه 50%ش مصرف میشه، یه بار 75%ش. بنابراین هر دوتا بازده تو واکنش اول باید ضرب میکردی. دوست نداری اون نکته رو حفظ کنی اینطوری؟ اول یه بار مول گلوکوز رو به دست بیار با بازده 50%، بعد دوباره این گلوکوزه با بازده 75% میشه اتانول. اینطوری هم برات حل کردم. بیا الان هم حساب میکنم، این با این میره 2/10، این با این میره 1/2، این با این میره 1/10، این با این میشه 3/4، 4 با 4 بره باز شد 3/10. پس اگر دوتا بازده مطرح کردن، بازده غلط میکنه تو فراورد ضرب بشه، بازده غلط میکنه تو فراورد ضرب بشه. اگر واکنش متوالی با دوتا بازده داشتی یکیش فراورده بود، بازده تو فراورد ضرب نمی کنم، هر دوتا بازده در واکنش دهنده واکنش اول ضرب میشه. سوال جونداری بود. بریم سراغ سوال شیشش، بریم سراغ سوال شیشش. سوال شیشش ریاضی داخل کشور بوده، سوال خیلی سوال قشنگیه، اگر صورت سوال رو درست بخونید حل میکنید، ولی اگر صورت سوال رو با دقت نخونید نه. از قبلش گفتم که نگی نگفتی، صورت سوال رو با دقت بخون. بچه ها 5 و 6 و 7 سوال جونداری هستن. اگر مثلا میبینید بار اول سخته، آره واقعا سوال سختی هست. ما هم قرار نیست تو کلاسمون فقط سوال ساده رو حل کنیم بقیه رو حل نکنیم، ما همه رو درس میدیم. بدو بدو. خب میگه 20 گرم از یک نمونه سنگ معدن آهن در 100 میلی لیتر از اسید انداختیم تا یونای Fe 3 بار مثبت محلول بشن. این سنگ آهنه شدن Fe 3 بار مثبت محلول. اگر با افزودن مقدار زیادی NaOH به این محلول اینقدر رسوب آهن سیتروکسید به دست بیاد، وای اینجاست تلش. درصد جرمی آهن در این نمونه سنگ معدن کدام است؟ آهن رو گفته ها، آهن سه اکسید رو نگفته ها، آهن رو گفته. درصد جرمی آهن در این نمونه سنگ معدن کدام است؟ درصد جرمی آهن. ببین اینجا رو، من اول اینا رو موازنه کنم. خب یه یک اینجا بذاریم، یه دو اینجا میره، 6 تا کلور، یه 6 اینجا بذاریم، 6 تا HCl بوده، 6 تا هیدروژن، یه 3 اینجا بذاریم که میبینید 3 تا اکسیژن، 3 تا اکسیژن، 2 تا آهن، 2 تا آهن، 6 تا 6 تا 6 تا کلور، 6 تا کلور. بعد این واکنش متوالیه، بعد FeCl سر رو آورده اینجا. اینجا اگر بخوام موازنه کنم، یه یک اینجا، یه 3 اینجا، یه یک اینجا، یه 3 اینجا. بعد FeCl3 اومده این پایین، من باید یه کاری کنم، همون مقدار FeCl3ی که اینجا تولید شده همون مقدار اینجا مصرف بشه. قبوله؟
چند تا تولید شده؟ دو تا. چند تا مصرف بشه؟ دو تا. ای پس تو دو ضرب کنم، پس تو دو ضرب کنم که هر چی تولید شد همون مقدار مصرف بشه. دو شیش دو شیش. الان شد اون واکنش متوالی دلخواه من، همون دوتایی که تولید شد همون دوتا مصرف. ایوه فقط کرم سوال کجاست؟ کرم سوال اینجاست. آهن رو میخواد، آهن سه اکسید رو نمیخواد. اگر گزینه نگاه کنین، آهن رو میخواد، آهن سه اکسید رو نمیخواد. اگر گزینه 20 رو زدی تو اشتباه کردی، تو آهن سه اکسید رو حساب کردی. این مگه گفته درصد جرمی آهن سه اکسید؟ نه، کسی که به جواب 20 رسیده آهن سه اکسید حساب کرده. یارو آهن رو میخواد. خب اگه آهن رو میخوای الان بهت میگم آهنش چطوریه. این یارو چند تا آهن داره؟ دوتا. بهتون یاد دادم که اگه یه موقعی اتمش رو خواست چیکار کنید. این چند تا آهن داره؟ دوتا. این دوتا اف ای داره، اصلا دیگه با خودش کاری ندارم، آهن رو میخواد. این دوتا اف ای داره، اینها دوتا اف ای داره، این آهنش رو میخواد، آهن سه اکسیدش رو نمیخواد. سر رو بگیر بالا، ننویس، باز میدی بعدا مینویسی، ننویس بعد ببینی چی شد. پس اطلاعات آهن رو میخوام، گرم اف ای رو میخوام، جرم مولی 56 ضریب 2، گرم آهن سه هیدروکسید رو به ام داده 5.35، جرم مولی 107 ضریب 2. بیا حساب کنم برات. این دو با این دو رفت، 107 535 5 برابر 5 صدم. پس گرم اف ای من میشه 5 صدم ضرب در 56، که اینو بخوام حساب کنم این میشه 20، این به 2 میشه 28، میشه 28. قبوله؟ درصد آهن مگه نمیشه گرم خودش به گرم کل نمونه سنگ معدن ضرب در 100؟ خب چرا؟ چقدر آهن داشته؟ 28 گرم آهن داشته. جرم سنگ معدن چقدره؟ 20 ضرب در 100. این که با این میره میشه 5 ضرب در 28 میشه 14 در 100. جواب 4. ای عجب سوالی بود. اینه که میگم صورت سوال رو خوب بخون. آهن رو خواسته، آهن سه اکسید رو نخواسته بود که. سوال بعدش هم یه نکته باحال داره. 5 و 6 و 7 گفتم سوال های نکته داری هستن. من یه دقیقه منتظر شما تا این بیاد. حالا اسکرین بگیر بنویس، هر کاری دلت میخواد بکن، من که دیگه پاکش نکردم، مالتو. اگه کسی اینجا پی صدم گذاشته اینو 20 گذاشته حل کردم، درسته. من نخواستم زیاد سختش کنم. بجنبید، سوال هفتشو حل کنید، من منتظر شما. اینجا یه کلمه داره راه حل رو عوض میکنه، اون کلمه خیلی مهمه. من اول منتظر شما ببینیم چی کار میکنید. خب بچه ها، این سوال سوال قشنگیه، یه نکته خاصی داره، من بخونم با شما. میگه یه کارخونه تولید متانول از متان با بخار آب، گاز هیدروژن و کربن مونوکسید مواد اولیه تولید میکنه. هیدروژن و کربن مونوکسید تولید میکنه. بعد با این کربن مونوکسید و هیدروژن متانول تهیه میشه. یه واژه عجیب و غریب اینجا میبینم به ازای تولید هر کیلوگرم گاز هیدروژن اضافی چند کیلوگرم متانول به دست میاد. بچه اون واژه عجیب غریبی که اینجا هست اضافیه، واژه اضافی، کیلوگرم گاز هیدروژن اضافی. یکی از اشتباهی که بچه ها میکنن، میان ضریب این هیدروژن ها رو یکی میکنن. من ضریب هیدروژن ها رو یکی کنم بگم چرا اشتباهه؟ بیا اینو تو دو ضرب کنم، دو 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 شیش.
اینو تو سه ضرب کنم، سه شیش سه. خب الان قبول، الان حرف تو قبول. آقا هر شیشتا هیدروژنی که اینجا تولید شده، هر شیشتا هیدروژن اینجا مصرف شده. خب اصلا باشه اینطوری بشه، شیشتا تولید شد، شیشتا مصرف شد، خدا وکیلی دیگه هیدروژنی اضافه میاد. تو شیشتا تولید کردی، شیشتا مصرف کردی، دیگه اضافه نمیاد، دیگه هیدروژن اینجا اضافه نمیاد. اینجا 6 تا تولید شده، اینجا 6 تاش مصرف شده. هر چی تولید شده همش مصرف شده، دیگه هیدروژن اضافیت کو. آه پس اون اضافی نکته داره. چه نکته ای؟ بچه ها وقتی بهتون میگه مقدار اضافه میآید در واکنش متوالی، دیگه ضریب یکی نمی کنیم. کی ضریب یکی میکنیم؟ وقتی ضریب یکی میکنیم که هرچی تولید میشه مصرف میشه، حرفی از اضافی نمیزنه. ولی اگر حرفی از مقدار اضافی زد، ضریب یکی نمیکنیم، به روش قانون حس حل میکنیم. نگاه کنید، دوتا واکنش رو با هم جمع میکنم که ببینم چه اتفاقی میفته. سه هاش چار هاش دو او سی او سه تا هاش دو. بچه ها سی او با سه تا هاش دو تولید شده، سی او با دو تا هاش دو مصرف شده. پس این سی اوی که تولید شد مصرف شد، از بین رفت. از این سه تا هاش دو، دوتاش مصرف میشه، یکیش میمونه. میگم این سی اوی که تولید شد، این سی او مصرف شد. این سه تا هاش دو تولید شد، دوتاش مصرف شد. اگه دوتاش بره چند تاش میمونه؟ یه دونش میمونه. حالا واکنش ها رو با هم جمع میکنیم. پس می نویسیم سه هاشا به علاوه هاش دو او می دهد سه های سه او هاش به علاوه هاش دو. ایول، یک کیلوگرم از این باید اضافه بیاد. ضریب 1000 جرمشه، جرم مولی دوه، ضریب یک. این یکی، این یکی. چند کیلوگرم متانول پرسیده؟ میگم کیلوگرمشو، گرمشو بذار به دست بیارم. جرم مولی 32 ضریب 1. این 2 با این 32 میره 16، 16 ضرب در 1000، 16000 گرم، 16 کیلوگرم. جواب گزینه 3. خب فقط جمع بندی با هم بکنی. تیپ واکنش متوالی دو تا حالت داره. واکنش متوالی دو تا حالت داره. اگر بگه ماده اضافه می آید، واکنش ها را جمع می کنی تا به واکنش نهایی برسیم. که آقا آخرش چی بوده؟ اینها. اگه بگه ماده اضافی رو بگه، دوتا واکنش رو جمع میکنم، سی او با سی او میره، دوتا هاشتو با این دوتا هاشتوش میره، یه دونه هاشتو میمونه. سه هاشار نوشتم، هاشتو نوشتم، یه دونه هاشتو نوشتم، سایسته و هاشم نوشتم. به یه معادله نهایی میرسیم که معلومه چقدر ماده اضافه میاد. یه دونه هیدروژن اضافه میاد، سوالو حل میکنم. ولی اگر حرفی از ماده اضافه آمده نزد، یعنی همه ماده تولید شده، یعنی اینطوری بگم، یعنی هر چقدر ماده تولید شده همان مقدار ماده مصرف شده، در نتیجه ضریب یکی میکنیم. اینم جمع‌بندی واکنش متوالی. برو سوال 8، سوال آخر. حرفی از ماده اضافی نزده، یعنی هرچی تولید شده باید مصرف بشه، یعنی همون مقداری که تولید شده همون مقدار باید مصرف بشه، یعنی ضریبش باید یکی باشه. اینو بنویس، برو سوال 8شو حل کن. همه باید درست بزنن دیگه، حرفی از اضافی نزده دیگه، سوالا روون میشه از اینجا به بعد. بدو 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 بدو.
بریم حلشو میریم حلشو نگاه کن موازنه این موازنش این اول موازنه دیگه حرفی از مقدار اضافی نزده این هیدروژنی که اینجا تولید شده این هیدروژن باید اینجا مصرف بشه چند تا مصرف شده؟ سه تا اگه ضریب این سه باید ضریب این هم سه باشه بالا رو تو سه زد میکنم میشه سه شیش سه سه خب مقدار های سی ال رو دارم مقدار اندو رو پرسیده مساوی دو تا کسر یه دهم مولار بوده دو دهم لیتر اینها ضریب 6 لیتر اندو رو میخوام حجم مولی 30 ضریب 1 خب بریم حساب کنیم این 6 با 30 بره 5 5 ضرب در 2 دهم میشه 1 1 ضرب در 1 دهم 1 دهم جواب گزینه 2 جواب گزینه 2 بچه ها مخلوط‌ها تیپ دومیه که با هم بحث خواهیم کرد نیایی بگی آقا ضریب یکی کنیم دوتا واکنشه این چرت و پرت داری میگی توی مخلوط‌ها قدم اول استراتژی حل یک شکل بکش و دقت داشته باشید توی مخلوط‌ها از هر ماده فقط اطلاعات استوکیومتری مواد موجود در همان واکنش را می توان یافت من یه ذره توضیح بدم بچه ها مثلا اینجا رو ببینید هیدروژن کجا تولید شده تو واکنش اول از این ماده اطلاعات کلسیم هیدروکسید رو میشه به دست آورد اطلاعات آب این واکنش رو میشه به دست آورد آب مصرف شده کلسیم مصرف شده رو میشه به دست آورد از یه ماده اطلاعات مواد موجود در همان واکنش رو میتونید به دست بیارید الان شما کلسیم هیدروکسید واکنش بالا رو میتونید به دست بیارید میتونید آبی که تو واکنش بالا مصرف شده رو به دست بیارید میتونید کلسیومی که تو واکنش بالا مصرف شده رو به دست بیارید از هر ماده میتونید اطلاعات موجود در همان واکنش رو به دست بیارید آقا نمیشه ضریب یکی کنیم حل کنیم نه نمیشه ضریب یکی کنی حل کنی مگه گفته مقدار برابر کلسیوم هیدروکسید تولید شده مگه گفته مقدار برابر آب مصرف شده ضریب یکی نمی کنید ها اینجا که حرفی از مقدار برابر نزده ضریب یکی کنم دیگه چه شروبریه این سوال مخلوطه مگه گفته کلسیم هیدروکسید برابر مگه گفته آب برابر نه ضریب یکی کنم دیگه چه شروبریه ضریب یکی میکردم وقتی که میگفت همون مقداری که تولید بشه همون مقدار مصرف بشه ضریب یکی میکردم میگفت همون مقداری که تولید بشه همون مقدار اینجا تولید بشه مقدار برابر بود ضریب یکی میکردم من که الان نمیدونم مقدار این دوتا برابره یا نه که بخوام ضریب یکی کنم الان اول باید شکل بکشید بعد از اطلاعات هر ماده اطلاعات موجود در همه واکنش رو میتونید به دست بیارید از هیدروژن کلسیم هیدروکسید واکنش بالا به دست میاد از هیدروژن آبی که تو واکنش بالا مصرف شده به دست میاد از هیدروژن کلسیمی که تو واکنش بالا مصرف شده به دست میاد نمیدم این چرت و پرتا آقا ضریب یکی کنیم من این گفته فراورده یکسان مخلوط وقتی بهت میگه شکل بکش من یه دقیقه منتظر شما شکل بکش و دقت داشته باشید که از هر ماده فقط اطلاعات استوکیومتری مواد موجود در همون واکنش را میتوان یافت توی تیپ مخلوطا آقا بچه را بین دوتا واکنش استوکیومتری مینوشتی خانم آقا اون فرق میکرد اونو گفته بود فراورده یکسان یا هر چی تولید میشه همون مقدار مصرف بشه اونو ضریب یکی میکردن بین واکنشا کس مینوشتن اینو که نگفته فراورده یکسان اینو که نگفته هر چی تولید میشه مصرف بشه این قضیهش اینه از هر ماده اطلاعات موجود در همون واکنش میتونید به دست بیارید من منتظر شما
ضرایب موازنه‌ش هم حالا چیز خاصی نداره البته. پایینی که موازنه است، پایینی که موازنه است، برای بالایی هم یک اینجا بذاریم، یه یک اینجا بذاریم، دو تا آ بوده، یه دو اینجا بذاریم، موازنه است. بجون ببینم، بجون. خب حل منو ببین، حل منو ببین. میگه 20 گرم از فلز کلسیوم و کلسیوم اکسید شکل بکش، شکل بکش، حتما شکل بکش. یه کلسیومی بوده و یه کلسیوم اکسید که روی هم 20 گرم بودن. اینا رو پرت میکنیم توی آب، هر دوتا واکنش میدن. گاز جمع‌آوری شده، گاز تولید شده، این که محلوله بچه ها، این هم که محلوله. گاز جمع‌آوری شده کیه؟ هیدروژن. گاز جمع‌آوری شده رو بهت داده چقدر؟ 2.8 لیتر. چند درصد جرمی این مخلوط CaO بوده است؟ میگم خب باش بذار ببینم چیکار میشه کرد. اصلا چی میخوام؟ اصلا ببین چی میخوای؟ چی میخوام؟ درصد جرمی CaO رو میخوام. یعنی چی؟ یعنی گرم CaO به گرم کل نمونه ضرب در صد رو میخوام. یعنی چی؟ یعنی گرم کل من که 20، این دوتا روی هم اینا درصد جرمیه، این درصد چند درصد جرمیه این مخلوط، مخلوطه کلن چند گرمه؟ 20. خب بعدش چی؟ خب لنگ چیه؟ گرم CaO. اگه گرم CaO رو داشته باشم سوالم حل میشه. ببینم دارم، ببینم 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 ببینم. گرم CaO از هیدروژن میتونم گرم CaO به دست بیارم؟ نه، از هیدروژن فقط اطلاعات موجود در همان واکنش به دست میآید. این هیدروژن رو کلسیوم تولید کرده، از هیدروژن کلسیوم رو میشه به دست آورد. خب کلسیوم به دست بیارم چیکار کنم؟ کلسیوم به دست بیاری، کلسیوم رو که میدونی از 20 کم میکنی بقیهش میشه CaO. ایوه، به CaO که میخواستم میرسم. چه باحال. بیام 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 بیام. هاش دو رو دارم، 2.8 لیتر تو شرایط استاندارد، حجم مولی 22.4 ضریب 1، گرم کلسیوم جرم مولی 40. آه اینو به 7 ساده میکنم 14، اینو به 7 ساده میکنم 3.2، این به 14.1، این به 14.8، 8 با 40 ساده میشه 5. پس گرم کلسیوم هم چقدر بوده؟ 5. اگه 5 گرم کلسیومه کلنم روی هم 20 گرمه، 5 گرم این بوده، بقیهش میشه CaO دیگه. خب چقدر میشه CaO؟ این میشه 20 منهای 5، یعنی 15 گرم. 15 20م ضرب در 100 که میشه 3/4 ضرب در 100، 75 در 100. بچه ها سوال 2-3 رو رد کنید، این حلش، این حلش. اگر میخواید اسکرینی چیزی بگیرید این حلش، این حلش. بیایید سراغ سوال 4، من واکنشش هم میدم. خب ZN به علاوه HCl بوده، اینم واکنشش، اینم جامده. بیا اینم حالت فیزیکیه، این AQه، این AQه، این گاز. بچه ها مس با اسید واکنش نمیده، فلزای مس، نقره، پلاتین، طلا با اسید واکنش نمیدن. خیلی نکته مهمیه، فلزایی که باهاش ظرف و زیورالات درست میکنن، طلا، زیورالات برای چی میسازن؟ چون با اسید واکنش نمیده. نقره برای چی میسازن؟ چون با اسید واکنش نمیده. چرا قابلمه‌های قدیمی مسیه؟ چون با اسید واکنش نمیده. چرا تو پا پلاتین کار میکنن؟ چون با اسید واکنش نمیده. طلا، پلاتین، مس، نقره با اسید واکنش نمیدن. فلزایی که ای صفرشون، پتانسیل کاهششون مثبته، یعنی توی جدول سری الکتروشیمیایی بالای هاشتو قرار دارن، با اسید واکنش نمیدن. البته اینجا راهنمایی کرده بودم، شکل بکشید
فکر کنید این سوال قبلی جوابش به دست میاد. بودو 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 منتظرم ها. خب یه شکل بکشیم اول که بتونیم راحت سوال رو حل کنیم. بچه ها شکل بکشید، به صرف و عقلانیش اینه که بکشید. اگه میخوای سوال راحت حل بشه بکش، شکل بکش، وگر نمیشه. من یه مخلوطی دارم از CU و ZN. CU و ZN آقا کجا فهمیدی مخلوطه؟ خانم آلیاژه دیگه. آلیاژ یعنی دو تا فلز رو توی هم ذوب کن هم بزن، مخلوطه. ZN CU به جرم چقدر بوده؟ 32.5 گرم. نگاه میندازم، خب این آلیاژ رو انداختم تو اسید، یکیشون با اسید واکنش میده، کی؟ ZN با اسید واکنش میده. بعد چی به دست میاد؟ گاز هیدروژن. این گاز هیدروژن رو کی تولید کرده؟ ZN. پس از هیدروژن ZN به دست میاد. حالا اگه خواستم بذار بخونم چند درصد جرمی مس تو این آلیاژ هست. درصد مس رو میخوام، اوکیه. درصد سی یو یعنی گرم سی یو به گرم کل نمونه توی آلیاژ میخواد. توی آلیاژ 32.5 گرم خودش به گرم کلش ضرب در 100. آقا سی یو چطوری به دست بیارم؟ و این قبلیه دیگه. اگه دو تان کلشو میدونی این به دست بیاد، اینم مشخص میشه. پس اول ZN رو به دست بیارم، میگم بقیهش مسه. اول ZN رو به دست بیار، بقیهش رو میگیم مسه. گرم ZN رو میخوام، جرم مولیش از 5 ضریب 1، 2.24 لیتر گاز هیدروژن، 22.4 حجم مولی ضریب 1. این با این میره یه دهم میمونه. گرم ZN هم میشه 6.5. اگر 6.5 گرمش این بوده، بقیهش یعنی 32.5 منهای 6.5 اینه، بقیهش میشه 26. 26 گرمش CUه. 26 یه 26 میذارم اینجا، 26 32.5 ضرب در 100 بالا پایین. ببینیم جوابی میشه 80%. چطوری سریع حسابش کنم؟ بالا رو توی 2 ضرب کن، پایینم توی 2 ضرب کن، ضرب در 100. دو دوم همون یکه، جوابم تغییری نمیکنه که، ولی این نیمه بره محاسبه آسون میشه. این میشه 65، این به 13.2، این به 13.5، این میشه 4/5 ضرب در 100، 80%. اگه نیم داشتی تو دو دوم ضرب کن، محاسبت آسون بشه. بریم سوال دوشو حل کنیم. بریم سوال دوش هم سوال قشنگه. من منتظر شما. من یه نکته دویو اضافه میکنم. اگر اطلاعات داده شده طوری بود اینطوری بنویسید بهتر. اگر گیر کردین با ماده‌ای شروع کنید که اطلاعات عددی آن مختص به یک واکنش باشد. بودو اگر گیر کردین تو سوالات مخلوط دارم میگم، با ماده ای شروع کنید که اطلاعات عددی اون مختص به یه واکنش باشه. یعنی اون ماده که حالا تولید یا مصرف داشته میشده فقط تو یکی از واکنش ها وجود داشته باشه. الان میبینیمش با هم. من اینجا رو خلوت کنم چون میخوام سوال حل کنم، یه فضای خیلی خوب و ترتمیز داشته باشم. بودو من منتظر تو هم. خب
من موازنه کنم اول. این موازنه، این موازنه میگه مخلوطی از سدیم هیدروژن کربنات و کلسیم کربنات. میگم خب باش، یه مخلوطی دارم از سدیم هیدروژن کربنات و کلسیم کربنات. جرمشو بهم نگفته چقدره؟ گفته نه. خب حرارت میدیم، 4.5 گرم بخار آب، 4.5 گرم بخار آب و 14.52 گرم کربن دی اکسید تولید میشه. این کربن دی اکسیدامه، اینم بخار آبه. بعدش چی گفته؟ چند درصد جرم این مخلوط کلسیم کربنات؟ ببین من درصد کلسیم کربنات میخوام، یعنی گرم کلسیم کربنات رو میخوام به جرم کل مخلوط ضرب در صد. اوه اوه اه چه داستانیه، هم اینو میخوام هم اینو میخوام. چرا هر دوتاشونو؟ چون پایین باید گرم چی بذارم؟ کل مخلوط. پس باید هر دوتای اینا به دست بیان، هم جرم سدیم هیدروژن کربنات هم جرم کلسیم کربنات، باید هر دوتاش به دست بیان. خب ببینم چیکار میشه کرد، چیا بهم داده؟ 14.52 گرم کربن دی اکسید، 4.5 گرم بخار آب. آقا ظریف یکی کنیم بنویسیم؟ نه، مگه گفته کربن دی اکسیدی که اینجا تولید شده برابره که میخوای ظریف یکی کنی؟ نه، ظریف یکی نمی کنم. چرا ظریف یکی کنم؟ مگه گفته کربن دی اکسید برابری تولید میشود که میگه آقا ظریف یکی کنیم؟ نه، نمیدونم چقدر کربن دی اکسید اینجا تولید شده، نمیدونم هم چقدر اینجا تولید شده. فقط چیزی که میدونم اینه که این کربن دی اکسید با این کربن دی اکسید روی هم 14.52 گرمه روی هم. میدونم کلن روی هم 14.52 گرمه، ولی به دردم نمیخوره چون که نمیدونم چقدرش اینجا بوده چقدرش اینجا بوده. گفتم اگر گیر کردین باید با مادهی شروع کنید که اطلاعات عددیش به یکی از واکنش ها اختصاص داشته باشه. آب فقط اینجاست. ایوان با این آب چیکار میتونم بکنم؟ با این آب سدیم کربنات میتونم حساب کنم. دیگه چیکار میتونم بکنم؟ با این آب سدیم هیدروژن کربنات هم میتونم حساب کنم. ایوان با این آب دیگه چیکار میتونم بکنم؟ میتونم بفهمم چقدر کربن دی اکسید مال بالاست. یادتونه گفتم با اطلاعات یک ماده فقط میتونید اطلاعات مواد واکنش خودشو به دست بیارید. با این آب میتونید بفهمید چقدر سدیم کربنات تولید شده، چقدر سدیم هیدروژن کربنات مصرف شده، چقدر کربن دی اکسید تولید شده در واکنش بالا. من گفتم این دوتا رو میخوام فعلا که اینو میتونم به دست بیارم، برم به دست بیارم. فعلا این که از دستم برمیاد، این چیزی که برمیاد خب چرا انجام ندم؟ ببین آبه رو دارم، آبه بوده چقدر؟ 4.5 گرم. جرم مولی آب چنده؟ 18. ضریبش چنده؟ 1. گرم سدیم هیدروژن کربنات رو فعلا که میتونم به دست بیارم، جرم مولی 84 ضریب 2. این 1 این 4، این 4ش با این و این بره، این میشه 42. پس گرم سدیم هیدروژن کربنات هم فعلا به دست آوردم، چقدر شد؟ 42. ایول یکی از اون مرحله هایی که میخواستم حل شد، 42 گرم. 42 گرم الان دیگه کیو میخوام؟ اینو میخوام. اگه اینو به دست بیارم تمومه، چون اینجا گرم کل مخلوطم مجهوله. کل مخلوط من چی بوده؟ هم این یاروه هم این یاروه. خب کل مخلوط رو میخوام، این یارو رو میخوام، چیکارش کنم؟ میشه یه کارش کرد؟ سر رو بگیر بالا. ببین من کلن این دوتا رو روی هم دارم، پس اگر بفهمم چقدرش اینجا بوده میتونم بگم بقیهش مال این بوده. خب اون وقت چه دردی میخوره؟ اون وقت دردش اینه که کلسیم کربنات معلوم میشه،
چه باحال. پس اینه که میگم اگر گیر کردین با ماده‌ای شروع کنید که اطلاعات عددی آن مختص به یک واکنش باشد. از این آب کربن دی اکسیدی که اینجا تولید میشه، یعنی تو واکنش بالا، تو واکنش بالایی تولید میشه، به دست میاد. کلش رو روی هم دارم، اینو به دست بیارم از کلش کم میکنم، این به دست میاد، از اینم این به دست میاد. چرا از این نمیتونم اینو حساب کنم؟ نمیتونم. من از هر ماده میتوانم اطلاعات موجود در واکنش خودش رو حساب کنم. از این کربن دی اکسید میتونم اینو حساب کنم. به این چه ربطی داره؟ از کربن دی اکسید آب حساب میشه، این حساب میشه، اینم حساب میشه، ولی اون کربن دی اکسید ربطی به این نداشته. پس برم اول ببینم چقدر کربن دی اکسید تو واکنش بالا بوده. جرم آب رو که دارم چقدر بوده؟ 4.5. جرم مولی چقدر بوده؟ 18. ضریب چقدره؟ 1. گرم کربن دی اکسید رو میخوام. جرم مولی چنده؟ 44. ضریب چنده؟ 1. این میشه 1، این میشه 4. این با 4 میره 11. گرم کربن دی اکسید در واکنش بالا. یه بالا هم مینویسم، منظورم از این بالا بذارید واضح بنویسم. یه بالا هم بنویسم. گرم کربن دی اکسید بالا یعنی واکنش بالا. الان حساب شد 11 گرم. گرم کربن دی اکسید بالا شد 11 گرم. آقا کلش چقدر بوده؟ 14.52. 11 گرم مال بالا بوده. این 11 گرم رو ازش بذار کنار، 3.52 گرم مال واکنش پایین بوده. پس نگاه کن، فهمیدم که این کربن دی اکسیدی که این بالا بوده چقدره؟ 11 گرم. از این کل 11 گرم بذارید کنار، 11 گرم کم کنید، بقیهش میشه کربن دی اکسیدی که این پایین بوده. چقدره؟ 3.52 گرم. از کربن دی اکسید اینجا میشه کلسیم کربنات رو حساب کرد. پس اگر سوال مخلوط به شما داده شد و سوال گنگی بود و سخت بود، نکتهش اینه که با ماده‌ای شروع کنیم که اطلاعات عددیش مختص به یک واکنش باشه. اول با آب اومدم سدیم هیدروژن کربنات رو به دست آوردم و بعد کربن دی اکسید واکنش خودشو. بعد گفتم خب اگه 11 گرم کربن دی اکسید توی واکنش بالا بوده، بقیهش یعنی 3.52 گرم مال واکنش پایینه. حالا که این کربن دی اکسید پایینو دارم، کلسیم کربناتش هم به دست میاد. 3.52 گرم کربن دی اکسید، جرم مولی 44، ضریب 1. گرم کلسیم کربنات رو میخوام، جرم مولیش 100، ضریب 1. این با این میره 800. 100 ضرب در 800 هم که میشه 8. ایول، این که 42 گرم بوده، اینم که 8 گرم بوده. کل مخلوطم پس 50 گرمه، یه 42 گرم، یه 8 گرم. کلسیم کربنات هم 8 گرمه، ضرب در 100 که میشه این با این میره 2.2 8 16%. یه بار دیگه باز تأکید میکنم که این تیپ تو مغزت شکل بگیره. اگر سوال مخلوط داد، بابا مخلوط هم دو تا واکنش داره، میایم ضریبشو یکی میکنیم، چه شروریه؟ کی ضریب یکی میکردم؟ ضریب به شرطی یکی میکنم که هر چی تولید شد همون مقدار مصرف بشه. ضریب به شرطی یکی میکردم که به هم بگه فراورده برابری تولید شده. اینجا کو فراورده برابر؟ کو کلمه ای که بگه کربن دی اکسید برابر کو نیست. توی مخلوط ضریب یکی کردن نداریم. توی مخلوط دو تا نکته: اول اینکه شکل بکش، بعد با هر ماده ای اطلاعات مواد موجود تو همون واکنش رو میشه به دست آورد. با این آبه میشه این سدیم کربنات تولید شده، سدیم هیدروژن کربنات مصرف شده، کربن دی اکسید تولید شده در واکنش خودش رو میشه به دست آورد. یا با این کربن دی اکسید، با این آب و اینو میشه به دست آورد. اون کربن دی اکسید ربطی به کلسیم کربنات نداره. برای همین اول میام از آب سدیم هیدروژن کربنات رو به دست میارم، بعد میفهمم چقدر کربن دی اکسید تو این واکنش تولید شده. کلش رو با هم داشتن به دردم نمیخورد. تو سوال مخلوط اگر گیر کرده بودم، با ماده شروع میکنم که اطلاعات عددیش اختصاص به یک واکنش داشته باشه، بشه باش کار کرد.
بعد از این کربن دی اکسید بالا رو از گل کم کردم، کربن دی اکسید پایین، بعد کلسیم کربنات. این عدد به درد شما برای شروع نمیخوره، چون که نمیدونی که چقدر کربن دی اکسید برای بالا بوده، چقدر کربن دی اکسید برای پایین بوده. هزار بار ضریب یکی میکنم آقا بگی مقدارش برابر بوده، اینا شر و بره. توی سوال خبری از این جمله ها نیست. بجنبید سوال بعدی، سوال 3.